التوكل هو صدق الاعتماد على الله، أن تكون صادق في اعتمادك على الله لا كاذب. توکل عبارت است از صدق اعتماد و راستی در اعتماد بر الله متعال و عدم اعتماد بر غیر الله. و ان تثق في ان الله سبحانه وتعالى منجز لك هذا الامر الذي تفعل. و اینکه اعتماد داشته باشید که الله متعال اون چیزی رو که قصد و اراده کردی برای تو ممکن و میسر میکنه. و ان تأخذ بالاسباب. و اینکه اسباب لازم و مشروع در این رابطه رو در پیش بگیری. انسان من الناس يريد يحفظ القرآن. انسانی هست که دوست داره قرآن کریم رو حفظ بکنه. يقول انا متوكل على الله. میگه که من بر الله متعال توکل کردم. هل انت صادق؟ به او میگیم که آیا تو در این ادعای خودت صادق هستی؟ نعم والله صادق ولست بكاذب. میگه که بله به الله قسم که من درست و راست میگم و دروغ نمیگم. هل تثق ان الله سبحانه وتعالى ينجز لك هذا الامر اي حفظ القرآن او تشك طرفة عين؟ يقول والله لا اشك طرفة عين. میگیم که آیا تو واقعا اطمینان داری که الله متعال حفظ قرآن کریم رو برای تو میسر میکنه؟ میگه بله و من هیچ ذره هم شک ندارم. هل تأخذ بالاسباب؟ هل تحفظ؟ هل تراجع؟ هل لديك شيخ تعرض عليه القرآن؟ آیا اسباب لازم رو هم در این باره در پیش میگیری و ازش استفاده میکنی، اینطور که صفحاتی از قرآن رو حفظ بکنی، مراجعه بکنی و از استادی در این زمینه استفاده بکنی؟ يقول نعم. اذا هذا معناه انه متوكل اتى بهذه الامور الثلاثه. میگه بله و در صورتی که این امور سگانه رو مد نظر قرار بده او در ادعای خودش صادق هست و متوکل شمرده میشه. من يتوكل على الله يكفيه كل شيء. کسی که بر الله متعال توکل بکنه الله متعال همه چیز رو برای او فراهم میسر میکنه و برای او کافی است. و من يتوكل على غير الله يخذل، نسأل الله العافية والسلامة والله اعلم. و کسی که بر غیر الله توکل و اعتماد بکنه شکست میخوره و ناکام میشه. والله اعلم.